و مادران یه جای جمع باشن و شما با شادی بیستید بگید برادر فرهاد، من میخوام بگم که بالاخره نام من در دفتر حیات نوشته شده و من بعد از مرگ وارد بهشت خواهم شد. ممکنه حالا اون مادران خیلی قوی باشن چیزی نگن، ولی مادران ضعیف‌تر باشن ممکنه تبسمی بر لب داشته باشن و نه اینکه مسخره کنند یا چیزی، ولی ته قلبشون انگار هنوز جا نیافتاد، انگار مثل این شخص بچه است، عقلش اون پا نمی کنه یا خیلی زود باوره. ولی کلام رو وقتی شما نگاه میکنید ببینید که کلام همون کلامی که ما جاهای دیگرش رو خوب باور میکنیم، ایمان داریم بهش، در اینجا هم همین کلام. ما چطور میگیم مثلا یوحنا در مورد اون هفت کلیسا این پیشگویی ها رو کرده یا این نوشته ها رو کرده؟ پس ما روی پیشگویی های اون عمل میکنه و احترام میذاریم. یا مثلا از همین مکاشفه ما بارها آیه میاریم که مثلا در باب 11 میگوید و ایشان با خون بره، به نزاکت خون بره و شهادت کلام خود بر شیطان پیروز شد. این آیه رو چقدر به کار میبریم و ایمان داریم بشه. بعد همیشه میگه بله خون مسیح واقعا بر شیطان پیروز میشه. خب این هم همین کتاب مکاشفه از فرق نمیکنه. اون باب 11 میشه باب 21 و اینجا بازن همین میگه. و خیلی واضحه اتفاقا این قسمت مکاشفه عجیبه که هیچ رموز و پیچیدگی نداره، همه چیز ساده است. خیلی واضحه، دیدم آسمان جدید، زمین جدید. آسمان اول و زمین اول در گذشت، در هر دیگر نمی باشه. و بعد شهر مقدس اورشلیم رو توصیف می کنه که چجور از آسمان میاد پایین. همه چیز واضحه، حتی طول عرضش نوشته. که ما دیگه فکر نکنیم اینم شاید یک مسئله تشبیهی و هیچ ایمانداری در این مورد مشکل نداشت. شما برید یک جایی راجع به مسیح صحبت کنید، راجع به الوهیت بهش پسر خدا بودن، کلام خدا و تمام مقدسات صحبت کنید، ببینید که بالاخره یه مقدار میپذیرم. ولی تا بیایید بگید که من میدونم که بعد از مرگ به کجا خواهم رفت، میبینید مردم وقتشو جمع میشه. یکی میگه چقدر معقوله، پس حالا خودشو بهشتی کرده. دوم میگه چقدر ساده لوحه، کی بهش رو دیده که شما این حرفا رو میزنید؟ میبینید به این مسئله که مردم میرسن مثل که عدد پذیرش بیشتری هست. حتی اونایی که ادعای دینداری و خداپرستی میکنن کمتر اسم بهشت و جهنم میارن، در حالی که برای مسیحیان 2000 سال پیش برعکس بود. مسیحیان اونقدر برای ابدیت و زندگی بعد از مرگ آمادگی داشتن که حتی سلام و احوال پرسیشون این بود ماران رفتن، یعنی خداوند میاد. این نشون میده که چقدر در فکر این بودن و اصلا غیر از این من نمیدونم چیزون ممکنه انسان دوام بیاره. من فکر میکنم اگر جفایی در زندگی من باشه یا شروع بشه و بالاخره من به جوفه مرگ سپرده بشم، تنها چیزی که میتونه به من آرامش بده در زندگی همین مسئله است که من کجا دارم بیارم. اعتماد و اطمینان به آینده ایست که ما داریم بیاریم. اعتماد به این آیه هاست، این با دو باب آخر کتاب مقدس. از اینجاست که عرض کردم واقعا بزرگترین توهین به خدا اینه که انسان کلام رو بخونه ولی باز ببنده و یه چیزای دیگری فکر کنه و این کلام رو مثل بچه ساده باور نکنه. برای همین عیسی مسیح فرمود کسی که میخواد ایماندار باشه به من ایمان بیاره مثل بچه باید باشه. شما حالا این جریان رو به بچه ها بگید چرا باور میکنن؟ به یه بچه تعریف کنید که بهشتون بالاست و ستاره می‌بینی. ما بالاخره وقتی مردیم بابا بزرگ که مرد یادتون روز الان بابا بزرگ توی اون ستاره است. باور می‌کنید؟ پس فردا همیشه پنجم رو باز می‌کنه نگاه می‌کنه به اون ستاره، شاید بابا بزرگ هم نمی‌کنه اونجا چون ایمان داره. شاید بگیم این زود باوری بچه هست ولی خداوند از ما یه بکنه. رشد مسیحی ما در بچه بودن هست. هرچی بچه تر بشی بیشتر رشد می‌کنی، هر چی بکنی خیلی عقلانی‌تر و منطقی‌تر بشی کمتر رشد می‌کنی و عقب می‌مونی. خب حالا وارد کلام بشیم. در این قسمت اگه دقت کنید صحبت از اورشلیم آسمانی که روی زمین میاد. در این باره البته بعضی مفسرین معتقدند که اورشلیم جدید در دوران تمام دوران حساسات پادشاهی مسیح وجود دارد. میگن که شاید اون موقعی که
وسیل یاد برای سلطنت در روشنی و کلامی که در روشنی خواهد بود اون و مقدسی قبلی که قیام کردن و حالا شبیه مسیح شدن در روشنی و آسمانی ساکن میشن و این روشنی از آسمان میاد مرتب وسط روی زمین قرار میگیره به اصطلاح جای روشنی به فعلی رو و بعداً موقعی که هزار سال تمام میشه و خدا میخواد دنیا رو منفجر کنه که دیگه دنیا از بین بره به قول پتروس همه عناصر سوخته بشن گداخته بشن اون موقع است که میگه خداوند اورشلیم رو از روی زمین برمی‌داره و اینجاست که باز یوحنا مجددا میبینه که اورشلیم از آسمان داره میاد پایین. این یک تفسیره که شاید معتبر باشه، شاید هم به هر حال یک نظریه فقط باشه، ولی اون چه مسلمه اگر در زمان ملکوت هزار ساله مسیح اورشلیم هنوز در آسمانه، به هر حال بعد از هزار سال و موقعی که دیگه آخر دنیاست واقعا اورشلیم از آسمان میاد زمین و اینجا طول و عرض و تمام مقیاس ها و متراژ های اون هم نوشته شده است. 12,000 تیر پرتاب یافت وقتی شهر را اندازه گرفت، طول و عرض و بلندیش هم برابر است. یک شهریست تقریبا به شکل مکعب، البته بعضی میگن شهر مشروطی، ولی به هر حال پایش اونجایی که مردم زندگی می کنند طولش و عرضش با هم برابر است و هر کدوم از اضلاعش در حدود 1500 مایل، یعنی تقریبا بگیم 2,200 کیلومتر، تقریبا یک چنین اندازه. یعنی مثلا شما از ارومیه شروع کنید و برید تا مشهد تقریبا بگیم 2,000 کیلومتر، این میشه طول یا عرض بهش. خب در یک چنین مساحتی و در یک چنین جایی صدها میلیون نفر میتونن زندگی کنن. و زیبایی کتاب مقدس همینه که خدا یه چیز تخیلی نگفته، مثلا متراش زمین بنویسه یه میلیارد متر مربع، که آدم همچنین فکر کنه خب خدا یه چیزی گفته. خدا از اول میدونه نجات یافتها چند نفر، چه کسانی وارد ملکوت خواهند شد. از این جهت میدونید صحبت از میلیون ها، از میلیارد ها و بیشتر از میلیارد ها نیست و مشخص میشه که در بهشت، در ملکوت آسمان میلیون ها نفر ساکن خواهند بود. البته فقط اورشلیم آسمانی نیست که مردم در اون سکونت دارند. اینجا که دقت کنید میگه که این اورشلیم دروازه داره، 12 تا دروازه داره، از دروازه‌هاش مردم خروج و دخول میکنن. این که البته بازسازی خواهد شد و خدا رو اصلاح میکنه، میگن که اونجا هم مقدسینی که در دوران جفای بزرگ وفادارانه زندگی کردن و بعد اومدن به شهادت رسیدن در ملکوت هزار ساله مسیح هم زندگی طولانی داشتن و اینها در زمان ملکوت هزار ساله مسیح بچه دار می شدن، فوت می کردن تا در آخر هزار سال زنده بشن و اونها مثل همه مقدسین بدن جدید بباشن. چون می دونید وقتی مسیح بیاد همه مقدسینی که زنده هم در مقدسین مرده زنده خواهند شد و بعد از اون مثل فرشتگان هم دیگه ازدواج نمی کنند، دیگه با مسیح هستن. اینها ساکنان اصلی اورشلیم سماوی هستند، ولی کسانی که الان ایمان نمیارن و بعد در زمان جفا مثلا تسلیم میشن و ایمان میارن، اینها به هر حال مثل بگیم مسیحیان درجه دوم هستن، چون اینها الان فرصت داشتن توبه کنن، توبه نکردن، کلام خدا رو پشت گوش انداختن، ولی در زمان 7 سال حکومت دجال ایمان آوردن. پس این اشخاص میگن روی زمین خونه خواهند داشت. البته روی زمین هم خونه های اونها وضعیت خوبی خواهد داشت، نه که فکر کنید وضعش مثل حالا خواهد بود، الان دنیای زیبایی خواهد، ولی خواهد به اورشلیم آسمانی نمیرسه. روی زمین دیگه تمام خیابانش طلایی نیست، ولی اورشلیم آسمانی وضعیتش اینجا نوشته شد که اگر مثل یه بچه صاف و ساده باور کنیم همینه که هست، خیابانش تمامش طلاست. آسمان به زمین بخوره خیابانهای بهشت تمام طلایی است و هیچ تفسیری دیگر برای این نیست، چون کلام همین رو میده. گروه دومی که باز مفسرین، بعضی مفسرین معتقدن روی زمین خونه خواهند داشت و مسکن خواهند داشت، ایماندارانی هستند که مسیحی نیستند، یهودی هم نیستند. یعنی در دوران 2000 سال، بگیم از حالا تا زمان مسیح، در این 2000 سال به مسیح ما نیامدند، مسیح نشدند و یهودی هم نیستند که بگیم از کانال دین یهود نجات یافته باشند. افرادی هستند مثل مثلا نوح، بعضی معتقدن افرادی مثل نوح
در عمره های زمینی ساکن خواهد بود. افرادی مثل اون سردار نعمان، سردار لشکر حرام، بعضی هم معتقدن که اینها هم روی زمین ساکن خواهد بود. به هر حال ساکن ها کی باشد و کی نباشد، لاغت ما یک چیز رو میدونیم که همینجور که دفعه دفعات گذشته عرض کردم، در دستگاه خدا درجه بندی هست. اینطور نیست که همه چیز مخلوطه. ایمانداری که به یه نفر شهادت داده، بشارت داده، با ایمانداری که شبانه روز فکرش و دردش برای سید جانهاست با هم دیگه فرق داره. پاداش های مختلف دیگه هست. کسی که فقط میاد کلیسا یه صندلی گرم میکنه و کسی که اصلا دل و جانش در کلیساست و خودش رو سپرده وقت به خدمت خدا کرده با هم فرق داره. کسی که دهیتش رو به زور میده با کسی که خون زندگیش رو اصلا سندش رو تحویل کلیسا میده با هم فرق داره. کسی که همه چیز رو ترک کرده دنبال مسیح میره با کسی که زندگی خیلی آرام و خوب و لوکسی هم داره ولی در این حال مسیحی هست با هم فرق داره. و کسی که در راه مسیح به شهادت رسیده و کسی که این مراقبه که دور و بر نفر مسیحیه اونم با هم دیگه فرق داره. هرچند همه اینا به ملکوت خواهند رسید به امید خداوند ولی اونجا فرق داره. و احتمالاً یکی از این فرق‌ها اگر اون تفسیر رو هم نپذیریم همین خواهد بود که عده‌ای روی زمین در بهشت زمینی خواهد بود، عده‌ای در بهشت پایتخت زمین یعنی اورشلیم سمامی که طول از اون رفت کردم نزدیک به 1500 مایل یا 2200 کیلومتر عرض یا طول هر قسمت اون هست و البته از این طرف هم دیوارهای بلندی داره و وضع دیوارها و اینهاش اونجا میبینید که صریحا نوشته شده که میگوید دیوارهای اون از جنس یشم. یشم یک سنگ گرانبها هست که شبیه الماس هست و نگر معمولا این سنگ نیست که از این را نگاه کنید اون طرفش هم پیداست. سنگ خیلی شفاف و زیباییست و یکی از مفسرین میگه که به این خاطره که در بهشت آدم این چیزی رو مخفی نمی کنه. حتی تو خونهش هم نشسته هیچ خجالت نمی کشه بیرونه نگاه کنن و خونهش رو نگاه کنن. و مخصوصا مفسری میگه که اونجا اونقدر ایمانداران از حضور مسیح فیض میبرن که توی خونه های به اصطلاح شیشه ای خونه های یشمی هم که نشستن الماسی خودشون بیرون نگاه میکنن و نور خدا و عیسی مسیح رو و جلال رو میبینن. هللویا. در اونجا معبدی وجود نداره و دریا و اقیانوس به احتمال قدیم حذف خواهد شد. البته بعضی میگن حیف دریا نباشه توی بهشت ولی به هر حال خداوند حتما چیزهای بهتری در اونجا برای بشر فکر کرد. دریا نیست، اقیانوس ها نیستند ولی در عوض سبزی و زیبایی و گل و گیاه در همه جا خواهد و واقعا مقدسین فیض میبرد. و بنابراین ابراهیم هم اجازه خواهد داشت وارد شهر اورشلیم سماوی بشه و در اورشلیم سماوی از همه دنیا حتی از مذاهب غیر مسیحی، غیر یهودی کسانی که واقعا با خداوند خودشون زندگی میکنند و بالاخره به طور مخفی او را عبادت میکنند و انجیل مسیح را نشنیدند و از طریق وجدان هم تونستن از این کانال ها عبور کنند مسلماً هرچند تعداد بسیار محدودی ولی در ملکوت آسمان یافت میشن. و بهشت عزیزان ما باید چشممون رو باز کنیم. بهشت این نیست که متاسفانه نبینید هر مذهبی بهشت رو دایره کشیده دورش میگه مال من. هر مذهبی دقت کنید دیگه بهشت فقط جای مال ماست. بقیه همشون پرت میشن ولی بیرون میافتن. اینطور نیست. از دیدگاه خداوند که همه ما را آفریده و پیروان همه مذاهب به هر حال بچه‌های خدا و بندگان رو هستند، دیدگاه خدا بسیار وسیع و همه جا رو می‌بینه و او هر کس رو که با خون مسیح پاک شده یا لااقل از طریق شریعت یا از طریق وجدان تونست قبول بشه در اون ملکوت خودش جا میده. کلام خدا در جاهای مختلف اشاره میکنه که ما روی او را خواهیم دید. در رساله اول قرنتیان باب 13 آیه 12 میگه وقتی که اون کامل آید اون را از روبرو را خواهیم دید. اول یوحنا 3:2 باز اشاره میکنه که ما او را کاملا روبرو خواهیم دید. و اینه که عزیزان گفتم که بهش چیز انحصاری نیست. متاسفانه مسائلی که در دنیای مسیحیت و مخصوصا در کلیساهای دوستان کاتولیک ما در قرون مستاخی شمال خرید فروش زمین های بهش که متاسفانه به طور وحیانه انجام میشه، یعنی از طرف پاپ برنامه هایی رو میفروختن به مردم در زمان همون مارتین لوتر که هر کی میخواد مثلا خودش به بهشت بره این برقه مثلا 5000 تومانی رو بخره.
هر کی میخواد پدر بزرگش که الان در برزخ داره قضا میبینه از اونجا منتقل بشه به بهشت، اون هم میتونه مثلا این 100,000 تومانی رو بخواد. و مردم از اون سادگی باور کنید همینجا میرفتن و زمین های بهشت رو میخریدن و شاید هم خرید فروش میکردن، نمیدونم. ولی این اتفاق افتاده در تاریخ و این چیزا باعث شده که حالا وقتی ما میایم به یکی میگیم که میدونی عیسی مسیح شما رو به بهشت میبره، انگار دلش به هم بخوره، انگار مثلا اومدیم پولش بزنیم به بچه‌ست میخوایم فریب بدیم، در حالی که قسمت اعظم انجیل ما یعنی همین. شما انجیل ورق بزنید ابدیت رو از توش برداره، چیزی نمیدونید توش واقعا. ما اگر ابدیت و بهشت و این مسائل رو کنار بذاریم چی میمونه؟ ته انجیل چی میمونه؟ با چی داریم؟ مسیح گفت که من راه و راستی و حیات هستم. اگر او حیاته، اینجا به ما این حیات رو میبخشه، اونجا این حیات ادامه داره. مثال پتروس باب سایه 10 سریعا میگه که این دنیا سوخته خواهد شد، موادش اصلا ذوب میشه و دنیا مثل یک گهواره به این ورور میفته. و بعضی میگن نه، اون سوختگی در اثر انفجارات هسته ایست که میدونید اگه اتم رو پروتون و نوترون اتم رو که شدیداً به همدیگه وابستن، اگه پروتون و نوترون از هم جدا بکنن و پروتون ها رو به شکل زنجیری در بیارن، میگن در همون یه اتم خیلی ریز و کوچولو یه قدرت بسیار زیادی هست که انفجارهای بزرگ ایجاد میکنه و خدا این قدرت رو در تمام به اصطلاح مصنوعاتش که آفریده، یعنی این اتم رو در نهاد همه چیز گذاشته و این انفجارات یعنی همین، این اتم رو میشکافد و باعث انفجارات هسته ای میشه. دو باب آخر مکاشفه در اصل خلاصه است از این هفت نقطه که عرض کردم، که اولا میخوام تاکید بکنه که کتاب مکاشفه مربوط به آینده است، مربوط به آمدن مسیح. و اگه دقت کنید اینجا در اول مکاشفه در باب سوم بود که خواندیم خداوند گفت وعده‌هایی داد برای کسانی که به اصطلاح کلام رو حفظ کنند و گفت اینها وارثان کلام خواهند بود. در باب اول همینطور اشاراتی شد به این مسئله که خداوند گفت این کتاب رو باز کن، مهرهای رو باز کن. این کتاب مکاشفه است در واقع برای اینکه کشف کنه به بشر که چی خواهد شد. و مخصوصا اضافه کرد برکت در کسانی خواهد بود که این کتاب رو بخوانند و نوشته‌های اون رو نگاه کنند. و حالا می‌بینید در آخر این کتاب هم در این آیه میگه که این کتاب رو مهر نکن، این رو محکوم نکن، درش نبند، مرد و مردش نشد، این بزن باز بکنه که مردم بخونه، چون حالا دیگه مسیح مردهای این کتاب رو باز کرده، باز نکرده که باز ببنده، باز کرده که باز باشه که ما به مردم دنیا و ایمانان بریم و این خبر رو برسونیم. و این عزیزان قسمت مهمی از بشارت ماست. چقدر مردم، چقدر پیر مردم، پیر زن ها در آسایشگاه ها یا در دم مرد در بیمارستان ها خوابیدن که این پیام تسلی بخش میتونه اونها رو آماده بکنه برای ورود به ابدیت. منطقه بر خودمون باور کنیم، چه فایده اگر ما بریم و بگیم بله بهشت از مادر جون، امیدوار باش، بیا با هم دعا کنیم و خودتون تای قلبتون بگید حالا معلوم نیست هست یا نه، فعلا بگیم اینو بالاخره چون نوشته. برای این خوبه، برای من زیاد مهم میزنه، برای این مریض خوبه، اینطور نباشه، بلکه واقعا ایمان قلبی ما همین باشه. دوم، در این دو باب سرنوشت گناهکاران نوشته شده است. در آیه 15 از باب 22 میگه زیرا که سگان و جادوگران و زیانیان و قاتلان و بت‌پرستان و هر که دروغ را دوست دارد و به عمل آورد بیرون میباشد. هیچ صحبتی از برزخ نیست، بیرون میباشد، اینا در جهنم، اینا در بهشت نیستند. برابر این خیلی واضح کلام خدا گفته که گناهکار کجا میره و کسی که با خون مسیح پاک شده عادل کجا میره، که ما هیچ شک نداشته باشیم. حتی میبینید لیستی از گناهانشون رو هم نوشته. ما بعضی وقت ممکنه فکر کنیم خب اونایی که جهنم میرن آدمکشا و زناکارا و اینجور آدمان، ولی خوب دقت کنید به این لیست. سگان و جادوگران، سگان یعنی همون کسانی که کلام خدا رو زیر پا میندازن و ناپاک میکنن و ناپاک زندگی میکنن و دائم به غیر خود برمیگردن، و جادوگران
یعنی کسی که حتی یه فال قهوه در روز میگیره ممکنه به جهنم بره، برای همون یه دونه فال قهوه که میگیره و در اراده خدا نیست و جادوگری حساب میشه. زانیان مشخصه، قاتلان و بت‌پرستان. بت‌پرستان فقط اونایی نیستن که جلوی بتی زانو میزنن. اگه کسی زنشو، بچهشو، ارثشو، ثروتشو، اسمشو، شهرتشو، جانشو، این چیزها رو بیشتر از خدا دوست داره، یعنی بت‌پرست. خدا در روز آخر خواهد گفت تو بچه خودت رو بیشتر از من پرستش کردی و اونقدر رو میپرستیدی که وقتی برای پرستش من نداشتی. ممکنه بگه برادر وضع من خراب میشه، اشکال نداره. خدا میگه گوشه خیابان زندگی کن ولی پاک با مقدس باش. این برای من پذیرفته تره تا اینکه ثروتی به هم بزنی و مثلا ته قلبت هم میگی خب الان دروغ میگی یه مقدار گران فروشی میکنی خب نصفش هم میدی به کلیسا. نه، کلیسا از این پولهای دروغ بود. کلیسا پول مقدس بود، پولی که با عرق جبین در میاد و خدا پول رو برکت میده و زندگی ما رو برکت میده. بنابراین گناهکارانی که نه اینکه بگیم یه ایمانداری در عمرش یک بار بالاخره سهوان از ترس مسئله پیش اومده دست و پاش دو میکنه یه دروم میگه جهنم میره، حرفی نیست. ما هر روز ضعفایی داریم، اشتباهاتی داریم. اینجا صحبت سر کسانی است که در این زندگی دروغ‌آلود ادامه حیات، یعنی هر روز دروغ بگن دیگه. شما اگر هر روز دروغ بگید کار برادر عزیز نمیتونید بگید خدا من با این پیش اومد دیگه من نمیخواستم یه دفعه شد. عصبانیت رو میشه گفت، حتی بالاخره یک نگاه بعد، یک فکر بعد، یک حرف بعد ممکنه بگید تصادفا پیش اومد خداوندا در ذهن من نبود، ولی دروغ چی بگید؟ و اینجا دقت کنید خدا خودش اینو تفکیک کرده، هر که دروغ را دوست دارد و اون رو به عمل میاره. بعضی ممکنه تر قلبشون آرزوی دروغ داشته باشه ولی نه، اینم گناه، حتی دوست داشتن دروغ گناه، حتی آرزو کردن اینکه کاش من میتونستم یه کلکی بزنم پولی بگیرم اونم گناهه. بسیار خوب، نکته سوم آیه 14، پاداش عادلان در باب 22، پاداش عادلان میگه خوشا به حال آنانی که رختهای خود را میشویند تا بر درخت حیات اقتدار یابند و به دروازه های شهر در آیند. گناهکاران در آیه 15 میدیم، عادلان در آیه 14. عادلان تکلیفشون معلومه، کسانی که با اون زندگی میکنن این پاداش نصیب اونها خواهد شد، درخت حیات و برکاتی که در درخت حیات هست. چهارم، تفاوت عادلان و شریان در آیات 12 تا 14 دیده میشه. فرقی که بین این عادل و این شری هست از آیه 12، و اینک به زودی میآیم اجرت من با من است تا هر کسی را به حسب اعمالش جزا دهم. من الف و یا با ابتدا و انتها و اول و آخر هستم. خوشا به حال آنانی که رختهای خود را میشویند تا بر درخت حیات اقتدار یابند و به دروازه های شهر در آیند. دقت میکنید هم راجع به شریان نوشته که چه وضعیتی خواهند داشت، 7:21 و 24-28 مسیح در اونجا میگه نه هر که مرا خداوند خداوند گوید وارد ملکوت خواهد شد، بلکه کسی که به احکام من عمل میکنم. فقط دعا کردن و خداوند گفتن و کف زدن و سرود خوندن کافی نیست، خداوند افرادی میخواد که واقعا غیرت داشته باشه، غیرت روحانی، و خداوند رو به این صورت احترام میکنن که در اینجا چیزی رو میخونن پشت و گوش نندازن و اون عمل کنن. پنجم، باب مکاشفه در مورد الوهیت مسیح، خدا بودن مسیح صحبت میکنه در باب 22:16. من عیسی فرشته خود را فرستادم تا شما را در کلیساها بدین امور شهادت دهم. من ریشه و نسل داوود و ستاره درخشنده صبح هستم. آمین. ببینید؟ مکاشفه یعنی معمولیت عیسی مسیح که مسیح باز میکنه برای کی؟ برای کلیساها، که بفهمند که او واقعا الوهیت داره، پسر خداست و تمامی قدرت در آسمان زمین به او داده شده است. در اینجا چیزی که باید دقت کرد که الوهیت مسیح رو بیشتر ثابت میکنه در همین باب 22:16، فقط خداونده که ریشه داوود هست، یعنی خودش داوود را در واقع اختراع کرده، آفریده، ایجاد کرده و هم در این حال از بچه های داوود. یعنی مسیح میخواد اینجا بگه که من به عنوان خداوند، من پدر داوودم، رئیس داوودم، من آفریننده داوودم، ولی به عنوان پسر انسان، بله من از بچه های داوودم، از نسل او
و از ریشه این اثبات الوهیت مسیح. ششم، نجات برای همه در کتاب مکاشفه مثل باب آخر هست، آیه 17، و روح عروس میگوید بیا، و هر که میشنود بگوید بیا، و هر که تشنه باشد بیاید، و هر که خواهش دارد از آب حیات بی قیمت نگیرد. اینو برای ایمانداران ننوشت، اینو برای بی‌ایمانان نوشت. بی‌ایمانانی که یک روز کتاب مکاشفه رو میخوانند ببینند که اگر اونا میخوان این 22 باب نصیب اونها بشه، اونها بایستی بیان به سوی مسیح. و حتی اینجا هم خداوند از بشارت دادن و از دعوت به نجات مردم دست بر نداشته، چون واقعا خدا نمیخواد کسی هلاک بشه. خداوند میخواد همه کمک کنند. در رساله پتروس میگه واقعا خدا درد داره. باور کنید که من و شما میبینیم فرق داشت. و فرق ایماندار قوی و ایماندار ضعیف در همین چیز است. ایماندار قوی کسی است که در عالم روح، در عالم معنویت این مسائل رو میبینه، جهنم رو میبینه، باور میکنه جهنمی هست، و چون باور میکنه میره و به همسایه‌هاش بشارت میده، میره به دوستانش بشارت میده و ساکت نمیشه. ایماندار ضعیف کسی است که اینا رو میخونه و میگذره ازش. فکر میکنه یه روزنامه است، مطالعه کرده، فقط اون جنبه های معنوی شو احترام میذاره، ولی این جنبه هایی که احتیاج داره به قدم برداشتن، اون ایماندار ضعیف و زیاد تکان نمیده. اینو بهش میگیم ایمانداری که خوابیده و بیداری روحانی در اون نیست. بسیار خوب، پرورد نقطه آخر، نقطه هفتم، بازگشت ثانوی مسیح که مکاشفه در مورد آمدن مسیح صحبت کنه. آخرین آیات کتاب مقدس چقدر زیباست که میگه بیا ای خدا مرتیس. آخرین آیات بیا ای خدا مرتیس، بازگشت این سایه است، این امید بشر است. این هفت نکته، هفت درسی است که مخصوصا دو باب آخر مکاشفه به عنوان یک به اصطلاح بستن این کتاب و به عنوان یک آخرین نوشته ها اشاره میکنند که مقدسین آماده بشن، گناهکاران هوشیار بشن، ایمانداران تقوی آمدن مسیح دیدار بشن و منتظر بشن. برای کتاب مکاشفه، برای امید پرجلال و بازگشت ثانوی خداوند ما عیسی مسیح، برای این آسمانی که جهت همه مقدسین آمده است. برو شکر می‌کنیم به خداوند و به همین امید و به همین شادی خداوند را به حیات خود ادامه دهیم، چون می‌دانیم خداوند عزیز تو واقعا آنچه را که قول دادی انجام خواهی داد. خداوند ایمان ما را تکان ده، ایمان ما را مثل ایمان بچه‌ها با سادگی و با سوگواری بدان.